گاهی اوقات در زندگی هایی که سالهای نخستش به دلیل مسئولیت های زیادی مثل بزرگ کردن بچه ها، مثل مهاجرت، مثل سر و کله زدن با هزینه های اول زندگی، مسائل پیوسته زیر قالی رفته، بعد از اینکه بچه ها به سن بلوغ میرسن و خونه رو ترک میکنند، اون وقت زن و شوهری که بینشون دلبستگی و دلبندی و خاطرات شیرینی از لحظات خوش و صمیمی زندگی وجود نداره، تازه در سنین میانسالی یا بالاتر به جون هم میافتند. و اون وقت از یک طرف خانم ها و خود مرد ها به دلیل تغییرات هورمونی همشون فکر میکنن که عمرم رفت، این یه ذرهش که مونده میخوام خوش باشم، و بعد خوشی رو هم در واقع جبران اون سختی ها میدونند. و اون وقته که یعنی فکر میکنن اگر مثلا تو جوونیم سینما نرفتم، حالا هی باید برم سینما، اگر تو جوونیم نمیدونم دختربازی نکردم، زود ازدواج کردم، حالا باید این کار رو بکنم، یا اگر تو جوونیم جواهر نخریدم، حالا باید این کار رو بکنم. بعد یه حالت خودخواهی ناسالمی به وجود میاد این وسط که طرف مقابل احساس میکنه کاملا فراموش شده. بحران هست، جدی هم هست، و اینه که یک رابطه سالها به فراموشی سپرده شده، حالا با رفتن بچه ها اون رنج های پرمعنا دیگه وجود نداره و بی تعمی زندگی بی معنا شده. در چنین مواردی بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که واقعا به یک متخصص روانشناس یا متخصص زناشویی خانواده مراجعه کنید، ببینید این کلافی که در یه جایی گم کردید و هی گره خورده چگونه باز کنید که نه آشیانه بپاشه و نه اون سختی هایی رو که